تو خوبی، تو بهترینی، تو عالی، تو برترین. این حضورت طرافت بهار شادی رو به همراهش میاره و امروز هم امیدوار هستم همون شادی که در کلام خداست که امروز درک کنید و امروز هم برحال کلام خدا با قلبتون همینطور صحبت کنه. همینطور که گفتم امروز در مورد روح القدس میخوایم صحبت کنیم. هفته گذشته در مورد چه قسمتی بود؟ یادتون هست؟ در مورد تولد تازه. تولد تازه صحبت کردیم که گفتیم که تولد تازه با توبه و بازگشت یادتون هست یکسان اتفاق میفته. یک کسی که توبه میکنه، بازگشت میکنه، عیسی مسیح رو عنوان خداوند قبول میکنه، خدا الان گناهایش ایشان رو میبخشه، قلبش رو یا روحش رو قلبش رو پاک میکنه، نفسش رو پاک میکنه تا تمام گناهان، و اونجاست که روح القدس در ما قرار میگیره. اون موقع هست که ما حیات جاودانی رو به دست میاریم. الان هفته گذشته ما این دعای توبه و بازگشت رو خوندیم. نمیدونم کیا هستن که این تجربه رو داشتن که از این بعد از توبه و بازگشت به هر حال زمانی که خدا وارد قلب های ما بشه پس باید یه چیزی درک کنیم و یعنی یه بار بزرگی برداشته شده و اکثریت افرادی که چیز میکنن شهادت میدن همینطور شهادتش اینه که چطور یک سبکی تو زندگیش افتاد، چقدر آزاد شدن و همینطور هم چه شادی، چه آرامشی دریافت کردن. این به هر حال ثمرای یا ثمره این توبه و بازگشته و اینجاست که روح القدس در ما، در روح ما، همون تصویری که یادتون هست هفته گذشته اینجاست که خیلی ممنون، روح انسان یعنی روح خدا میاد با روح انسان این اتحاد رو پیدا میکنه و اون موقع کلام خدا میگه روح القدسه که امروز هم مخصوصا در مورد او صحبت میکنیم، چون مهمه که ما متوجه بشیم الان چه روحی وارد قلبای ما شده یا بیشتر در روح ما یک شده. و چون ما تصوری درستی هم نداریم از روح، فکر میکنیم شاید مثلا یک مثل یه چیز ابری میاد وارد میشه، و امروز میخوایم همینطور در مورد همون روح القدس که شخص سوم تثلیث ما، شخص سوم تثلیث از اونجا بتونیم صحبت کنیم. و در مورد روح القدس هم صحبت کردن همینطورم که در دعا قبل از این گفتم یه چیزی نیست که خیلی راحت میتونیم اینجا صحبت کنیم و بگیم که ببین الان میخوام معرفی کنیم روح القدس، یعنی روح خداست و روح خدا برای فقط خودش میتونه مکاشفه کنه. و من الان یا 35 ساله که ایماندار هستم یا و یادم هست زمانی که ایمان آورده بودم تقریبا 6 ماه اینطوری گذشته بود، زندگی من عوض شده بود. فقط به او یهو تعلیمای شنیدم روح القدس و همینطور روح القدس میاد صحبت میکنه، روح القدس هدایت میکنه. اصلا نمیدونستم، یعنی نمیتونستم اصلا درست متوجه بشم چون هیچ تصویری درستی نداریم. و فقط یادم هست که اون موقع جلوی تلویزیونم اونجا اون موقع کاست های گنده بود، یادتون هست کاست های گنده این گذشته بودم اونجا، چند بار هی نگاه میکردم اونجا توضیح میداد در مورد روح القدس. من فقط اونجا تنها تو خون نبودم، همین تو زانو میزدم یه روح القدس خواهش میکنه بیا. اصلا نمیفهمم که این اصلا شخصی که اونجا صحبت میکنه اینطوری صحبت میکنه مثل که تو زنده هست و حرکت میکنی و نمیدونم، نمیشناسم تو رو، فقط خواهش میکنم تو بیا به من نشون بده، خودتو آشکار کن. یه تشنگی داشتم برای روح القدس و الان 35 سال گذشته فقط نمیتونم بگم الان شناختم او رو، چون روح خداست و تجربه هایی داشتم، تو مشکل هایی قرار گرفتم، تو فشار هایی بودم، تو آتش هایی بودم، یا فقط بعضی وقت در این مشکل ها، در این اتفاقاتی که روح القدس من رو هدایت میکرد اونجا بود که یه قسمت هایی میتونستم با او آشنا بشم، با شخصیت او، با رفتار، با وفاداری او، همینطور با تسلی هایی که میداد، تشویق میکرد. و به هر حال روح القدس ما فقط میتونیم الان بشنویم، مخصوصا کسانی که شناختی هستن کلا ندارن، ما میتونیم بشنویم
فقط روح القدس رو فقط و فقط در زندگی روزمره ما میتونیم، نه هر روز، هر ثانیه، که مثل این که الان من دائما در روح خدا هدایت میگم، نه، چون زندگی ما در ایمانه، ما با ایمان زندگی میکنیم. و روح القدسی که زمانهایی هست که ما با صحبت میکنه، هدایت میکنه، و به این خاطر الان اینجا همه شما اینجا نشستیم و افرادی هم که اینجا به ما نگاه میکنن برنامه‌مون، این نیست که الان روح القدس من توضیح بدم میگیم آها الان فهمیدم روح القدس کیه، یخته ترکا میگن. نه، روح القدس رو فقط و فقط میتونی در زندگی روزمره تو تجربه کنی، بچشی، یا به شرطی که هم باورم کنی. و من لذت میبرم زمانی که در مورد روح القدس هر صبح بیدار میشم و میتونم روح القدس رو صدا میکنم. هرچقدر عیسی مسیح نجات دهنده منه، فقط میدونم عیسی مسیح همینطور 2000 سال پیش بود که زمانی که دیگه خدمت خودش، ماموریت خودش رو انجام داد، روی صلیب مرد، بعد از مردگان برخاست، 50 روز یا 40 روز هم زندگی کرد و بعد از این به هر حال صعود کرد پیش پدر و گفته که من میرم و روح القدس رو خواهم فرستاد و او خواهد آمد با شما و در شما خواهد بود تا ابدالآباد. پس عیسی مسیح الان نگاه میکنیم در دست راست پدر اونجا نشسته یا استاده، من نمیدونم، فقط کلام خودم میگم اونجا نشسته، منظور اینه که الان اونجا روی تخت نشسته، تمام اقتدار تمام، فقط نه این توی دنیا، بلکه اصلا کلن آسمون و زمین، کهکشان، همه چی در دست اوست، از همه چی آگاهه، خداست، چشمای او مثل شعله آتشه. الان هر اتفاقی که الان توی دنیا هم میفته از همه چی اطلاع داره، همه چی زیر کنترل خودشه، یعنی خودشه که همه چی رو به حال نفوذ داره و همینطور هم هدایت میکنه. فقط خدای ما خدایی نیست که بیاد اونجا یهو یخه ما رو بگیره یه کاری انجام بده، بلکه خدا ما رو آماده میکنه و هم میگه که همینطور در مزمور 33 اینجا میگه که خدا اینجا امتا، از تمام کارهایی که امتا پادشاهان این جهان اینجا در این دنیا انجام میده، یعنی کارهایی میکنن، با خبره و میدونه که چه اتفاقاتی میفته. به این خاطر قبل از اینم که برامون شروع کردیم گفتم که ما دردهای زیادی الان میکشیم به خاطر کشورمون، فقط ما ایماندارا عیسی مسیح ایمان داریم که همه چیزی رو کنترل اوست. برای عیسی مسیح در دست راست پدره، فقط الان خداوند روح خودش رو فرستاده و روح قدسه که ما رو الان اینجا هدایت میکنه و همینطور این چیزی هم که هست با ما، در ما هست و با ما هست. یعنی روح قدس الان کسانی که ایمان میارن، توبه میکنن، بازگشت میکنن، روح قدس میاد در ما و همینطور با ماست که ما رو هدایت میکنه. من تقریبا اینطوری زمانی یه کسی میگه که مثلا حالا چطور میتونه در من باشه، با من باشه، چطور، من اینطوری تصور میکنم، میگم که همینطور یه ماهی که نگاه میکنه در دریاست، دورورش فقط آبه و همینطور هم درونش آبشوش هم هست، درونش هم آبه، یعنی میتونه بگیم آب در منه و با منه، شاید میتونه اینطوری درست متوجه بشین. یا به این خاطر روح القدس طبق وعده خدا و در همه جا حاضره، روح خدا و همینطورم با ماست. و برای میخواییم با اون شخص سوم تثلیث ما آشنا بشیم. و ما تو این درسایی که ما خوندیم ما متوجه شدیم که خدا ما رو شبیه خودش خلق کرده و خدا محبت، خدا قدوسه و خدا بیعیبه. به این خاطر خدا ما رو شبیه خودش خلق کرده و اونجا متوجه شدیم که چطور آدم و هوا گناه کردن و از این نقشه خدا بیرون آمدن، یک چیزی شدن که نباید سیمی شدن، و اینجا دیدیم که از این بعضی از این میوه شیطانی که خوردن خودمحور شدن و نتیجه خودمحوری اینه که فقط گناه رو میزاییم انسان. خدا یعنی انسان طبق طبیعتی که درونش هست گناه میکنن. زو زمانی که کتاب مقدس رو نگاه میکنیم میبینیم که خداوند اینجا عیسی مسیح به حال قانونهای احکامهای شریعتی که اونجا آورده و زمانی که ما سعی میکنیم که شریعت رو انجام بدیم،
قانونهایی دستورهایی هست که خداوند داده غیر ممکنه، چون تمام شریعتی که اونجا گذشته شده بیشتر خود خدا از خودش تعریف میکنه. زمانی که میگه که مثال میگم دشمنت رو دوست داشته باش، یا این از خودش صحبت میکنه، طبیعت خداست. یا ما که زمانی که گناهکار بودیم دشمن خدا بودیم و خدا اونقدر برحال ما رو دوست داشت که شبیه خودش خلق کرده بود، هدفی داشت برای ما، به این خاطر محبت خودش رو نشون داد. زمانی که عیسی مسیح آمد روی صلیب اونجا مرد و روی صلیب هم اونجا شفاعت کرد، گفته پدر ببخش نمیدونن چی میکنن. پس اینجا تمام شریعتی که اینجا گذاشته شده توی کتاب مقدس مثلا عهد جدید، اینجا میبینیم که جز از خدا و جز از روح خدا کسی نمیتونه انجام بده. این طبیعت خداست، محبت، و همه چی به وسیله محبت خدا خلق کرده و انجام میده و حرکت ها میکنه. حتی توبیخ هم میکنه، نصیحت هم میکنه، از حیثیت محبت خودشه. چون فکرهای او، فکرهای خدا فکرهای عالی، فکرهای خوبی است. خدا فکر منفی نداره. یا و ما تو جلسه اول هم دیدیم که خدا به خاطر محبت ذاتش، ماهیتش محبت، ما رو خلق کرده. ما همینطور تصادفی به دنیا نیومدیم. به این خاطر هیچ کسی نمیتونه شریعت رو انجام بده جز از خدا. و با این طبیعتی که انسان، ما انسان که گناهکار هستیم، هیچ موقع نمیتونیم شریعت خدا رو انجام بدیم. ما فقط دنبال انتقام هستیم، قضاوت هستیم، داوری هستیم، کشت و چی میگن؟ کشت و کشتار. کشت و کشتار. یا الان میبینیم که در دنیا چه اتفاق میفته، نه فقط تو ایران، اصلا کلا توی دنیا رو میبینیم که چه اتفاقاتی میفته. هزاران سال بود، الان هست و همینطور هم خواهد بود تا ما ایمان داریم که عیسی مسیح برگرده. دیگه اون موقع یک سلطنتی هزار سال که در صلح و سلامتی اینجا خواهیم داشت. و پس جز از خدا کسی نمیتونه شریعت خدا رو انجام بده. و متاسفانه برحال از همین قرن سوم چهارم، متاسفانه از مسیحیت یک مذهبی ساختن که مذهب یعنی که الان میتونی نگاه کنی خدا ما رو نجات میده و از گناه آزاد میکنه، روح خودش رو انجام در ما میبخشه و انسان سعی میکنه دوباره با قدرت خودش بخواد دوباره شریعت رو انجام بده. یا مثل اینکه الان بگم که این اینطوری که این یادتون هست اونجا یه نقشه هم کشیده بودم، یک کسی که ماهیت خودخواهی درونش داره الان شروع کنه محبت کردن و شریعت رو انجام دادن، یا با قدرت خودمون سعی میکنیم رضامندی خدا رو به دست بیاریم. ببین خدا من این کار رو میکنم، الان ببین منو قبول کن، منو دوست داشته باش. و این میشه، کلام خدا میگه این میشه مذهب. یا زمانی که یک شخصی که حتی گناهکار و همینطور ایماندارم متاسفانه هستن که زمانی که نجات پیدا کردن هنوز هم سعی میکنن یک کارهایی انجام بدن که مورد محبت باشن. فقط خدا میگه که به من تو رو دوست دارم، هیچ کاری نمیتونی بکنی که محبت من زیادتر بشه. من همینطور که تو هستی من تو رو دوست دارم و به تو هم این روح القدس رو بخشیدم. و این روح خدا، روح القدس همون خداست که در تو قرار گرفته که میتونی شریعت رو انجام بده. من احتیاج به کار تو رو ندارم، من تو رو دوست دارم همینطور که هستی. فقط اینجا توی مغز انسان نمی گنجه، چون تجربه‌ای در این دنیا داشتیم، محبت دریافت کردم، پس باید یک بهایی پرداخت کنم، یک کاری باید انجام بدم که محبت رو بگیرم. بعد باید عکسه، خدا میگه که من هیچ، تو هیچ کاری نمیتونی انجام بدی که محبت من کم و زیاد کنی، من محبت هستم. به این خاطر شریعت یا مذهب اینو میگه که یک کاری انجام بده که رضامندی خدا رو به دست بیاری. و خدا اینجا در این قسمت میگه که نه، هیچ کاری نمیتونی انجام بدی، باور کن که من کاری که برای تو کردم و قبول کن، و اون موقع میتونی همه چیزایی که تو احتیاج داری، مخصوصا روح خداست، به تو میبخشم. یعنی باور کردن
به عیسی مسیح، به کاری که خداوند انجام خواهد داد. پس آمدن عیسی مسیح این بود که نه فقط اینجا ما رو به هر حال یکم کمک کنه که بتونیم زندگی خوبی داشته باشیم، بلکه آمدن عیسی مسیح این بود که ما رو دوباره برگردونه به نقشه اول خدا، که شبیه خدا بشیم، بی عیب و محبت بتونیم در ابدیت با او سلطنت کنیم. زمانی که عیسی مسیح قبل از اینکه بره مصلوب بشه، اینجا در یوحنا باب 14 آیه 15 و تا 18 اینجا نوشته: اگر مرا دوست دارید، احکام مرا نگه دارید. من از پدر سوال می کنم و تسلی دهنده دیگه به شما عطا خواهد کرد تا همیشه با شما بماند، یعنی روح راستی، که جهان نمی تواند او را قبول کند، زیرا که او را نمی بیند و نمی شناسد. و اما شما او را می شناسید، زیرا که با شما می ماند و در شما خواهد بود. شما را یتیم نمیگذارم، نزد شما میآیم. پس اینجا میبینیم که زمانی که عیسی مسیح قبل از اینکه بره به شاگردانش میگه که ببین من خواهم رفت، اونجا شاگردانش هنوز درست متوجه نشده بودن عیسی در مورد چی صحبت میکنه، بعد اینجا خدا میگه که برحال احکام من رو نگه داری، من از پدر سوال میکنم و او تسلی دهنده یعنی روح راستی به شما خواهد داد و او با شما و در شما خواهد بود. بعد از این یوحنا باب 14 آیه 20 میگه که و در آن روز شما خواهید دانست که من در پدر هستم و شما در من و من در شما. خیلی جالبه. یعنی یه چیزی هست که نرمال میدونم فکر ما اینطوری نمی کنجه. من در شما هستم، پدر در من، من در شما، شما در من هستیم. در مورد چی صحبت میکنه؟ نه؟ یه جوری گیج کننده هست. میگن گیج کننده؟ یا؟ یعنی زمانی که روح القدس رو به دست میارین، در آن روز شما خواهید دانست که من در پدر هستم، شما در من و من در شما. چطور میتونم من در عیسی مسیح باشه و عیسی در من باشه و او پدر در او باشه؟ یعنی یه چیزی هست که میتونم بگم که ما انسان نمیتونیم این چیزها رو بفهمیم، چون یه چیز الهیه. به این خاطر ما ایماندارا زمانی که ایمان به عیسی مسیح داشتیم، ایمان داریم به این خدای تثلیث و ما بخصوصاً که بگم که روح القدس سومین شخص تثلیثه. و پس چطور میتونیم الان شخص تثلیث مثل که شخصیت داره؟ و کیه این روح القدس؟ که چطور مثلا میگیم پدر در منه، من در شما، شما در من؟ یعنی یه چیزی هست که واقعا یا میتونیم بشه همه چی فقط چی میگن چیزایی هست که نوشته شده، یا یه چیزی هست که ما هنوز چیز روحانیه دیگه، چیز آسمونیه، شاید من میگم که چیز چاربودیه یا پنجبودیه، شاید نمیدونم. چاربودی رو نمیتونیم ما بفهمیم، یه چیزی هست که غیر قابل فهم ماست. در مورد تثلیث ما ایمان داریم، ما ایماندارا و کتاب مقدس رو میگیم، ما ایمان داریم به خدای واحد، خدا یکیه. کوتاه میخوام در مورد این تثلیث کوتاه توضیح بدم، فقط زیاد نمیخوام برم توش، چون کلن چیزی هست که باید در موردش یک سمیناری گذاشت. فقط اینو شاید اینو الان میگم خودتون وردارین در موردش میتونین فکر کنین و در موردش این از خدا بپرسین. من همین کاری که من میکنم، هر چیزایی که من نمیفهمم، هر چیزایی که برای من خیلی بزرگه، فقط میتونم بگم خدا من واقعا نمیفهمم منظور تو چیه. در مورد تثلیث هم اینطور، فکر نکنید که در تثلیث یه چیزی هست که مثلا من همه چی رو دیگه فهمیده باشم و میگم آها الان من شما به شما توضیح میدم. منم هنوز، چون یه چیزی الهیه، یه چیزی هست که نادیدنی برای ماست. مثل اینکه الان برید توی جنگل تو آفریقا، یا
و تو یه کسی که اونجا بی سواد هستن، هیچ چیزی نداره، مثلا یه هندی برداری، مثلا میگه که ببین این یک موبایل، اینجا میتونی اینجا بذاری و اونجا با یه کسی دیگه در تای دنیای دیگه هست که میتونی باهاش صحبت کنی. مثلا نمیتونه بفهمه این اصلا هندی چیه، موبایل چیه، اینترنت چیه، اصلا نمیفهمن. تقریبا 100 سال پیش ما هم نمیفهمیدیم، پدران ما هیچ اطلاعی نداشتن. نه میتونستی تصور کنی، هنوز ما همه جوان هستیم. و تقریبا یه 50 60 70 سال پیش هنوز ساتلایت چیزایی نبود، اینترنت اصلا، زمانی که اون موقع میگفتی اینترنت اصلا نمیگه اینترنت چیه، یا ساتلایت میفرستی، یا چطور میفرستیم بالا، اونا چی کاری میکنن جو بالا. نه فقط این موبایله. حالا ما در مورد خدا صحبت میکنیم، این حداقل میتونن بیان توضیح بدیم بفهمن. تا زمانی که در مورد خدا صحبت میکنیم ما نمیتونیم، یعنی کلام خدا میگه در عهد عتیق، در عهد جدید هم میگه خدا واحده، یکیه. اما اینجا میگه که ما با یک خدای حقیقی و ازلی و ابدی ایمان داریم که خود را در سه شخص، پدر، پسر، روح القدس به ظهور گذاشته است. یک خدای واحدی هست که در سه شخص، پدر، پسر، روح القدس دیده میشه و عمل میکنه. این سه شخص مشخص و با یکدیگه متفاوت، متمایز از یکدیگر. ایشان مستقل عمل و فکر میکنن، اما در عین حال آنها جدایی ناپذیر هستند. در ذات، اما در ذات غیر قابل تجزیه، در جایگاه، در مقام و در ذات خود مساوی، در قدرت، جلال و طبیعت یکسان و ازلی و ابدی هستند. چیز بزرگی خدا که میخوام کتاب مقدس توضیح میده، پدر، پسر، روح القدس یگانه چیز هستن، واحد هستن، خدای واحد. ما با یک خدایی باور میکنیم، نه سه خدایی که هر سه شخص یک کارهای جدید انجام میدن. ذاتش، ماهیتش، همه چی یکیه، فقط جدا از همدیگه هستن و جدا عمل میکنن و برای یک هدف هم عمل میکنن. فهمیدین؟ نه. برای من یه چیزی که یه چیزی بیشتر روشن شد که میتونستم درک کنم، زمانی که خدا آدم و حوا رو خلق کرد، یعنی بیشتر آدم رو خلق کرد، و کلام خدا میگه که و خدا آدم رو خلق کرد، او رو نر و ماده خلق کرد. خدا پس آدم رو خلق کرد شبیه خودش، نر و ماده. پس آدم الان زمانی که در دنیا بود شبیه خدا بود، از طریق شخصیت نه، هنوز از این درخت نخورده بود، یعنی دو تا درخت هایی بودن، معرفت اینیک و بد و همینطور حیات. خدا به آدم روح حیات رو بخشید، دمید. آدم یک نفس زنده شد، نر و ماده. اوکی؟ در آدم کی بود؟ هوا. آدم رو خابود، هوا رو ورداشت، هوا رو ساخت. درسته؟ و بعد از این میگه که به این خاطر شوهر، یعنی مرد، زن و پدر مادرش رو ترک میکنه و میه با زنش یک تن میشه. متوجه هستین؟ پس یه چیزی هست که برداشته شده که درونش بود، هوا ساخت، و زمانی که عروسی میکنن، یعنی چیز میکنن، با هم اتحاد رو پیدا میکنن، جا دوباره یک میشن. به این خاطر میگه که این خیلی چیز مهمه که مرد زن و شوهر رو، پدر مادرش رو ترک میکنه و با همسرش
یک میشه، یک تن میشن. پس قبل از این آدم و هوا یک بود، هوا توش بود که خدا هوا رو ساخت بعد از این بهشت. این فقط یک چیزی هست که تصویری هست میتونم بگم برای خودم اینطوری روشن کردم که متوجه بشیم که در خدا زمانی که میگیم که خدا واحده و همینطور که گفتم که خود را در سه شخص پدر پسر روح القدس به ظهور گذاشته هست. پس میبینیم که جدا از همدیگر از مستقل هستند، مستقل هم فکر میکنن و فکراشون فقط یکیه یا و هدفشون یکیه، اما در این حال آنها جدا ناپذیر هستند. و اینجا می‌بینیم پدر پسر روح القدس که زمانی که عیسی مسیح همین که صحبت می‌کنه با پدر صحبت می‌کنه، یا و همینطور هم به هر حال میگه که من میرم پیش پدر و اونجا روح القدس رو می‌فرستم برای شما. پس اینجا می‌بینیم که هر سه تا یک هدفی دارن، یک عملی می‌کنن، هر سه تا خدا هستن. اینجا می‌بینیم پدر صحبت می‌کنه و عیسی مسیح کلام خداست، صحبت میکنه، روح القدس عمل میکنه. یعنی هر جایی که نگاه میکنیم دائما هر اتفاقی میفته پدر پسر روح القدس با هم همکاری میکنن که یه چیز رو به وجود بیارن. زمانی که عیسی مسیح تعمید گرفت چی بود؟ زمانی که تعمید گرفت بیرون آمد اون عیسی مسیح بود و بعد از یک صدای از آسمون آمد، این پدر بود گفته این پسر ای محبوب منه، من از او خوشنود هستم. و بعد از این میگیم روح القدس چطور آمد و مثل یک کبوتر آمد اونجا نشست. میبینیم پدر پسر روح القدس. خیلی جاهای دیگه هم که تو کتاب مقدس نگاه میکنیم میبینیم که دائما پدر پسر روح القدس اونجا کار میکنه. اونطور پیدایش که زمانی که خدا همه چی رو خلق کرد، خدا صحبت کرد و میگه که دنیا تاریک بود و همینطور همه چی به هم ریخته بود، روح خدا توی لجه اونجا حرکت میگفت، خداوند گفت که عیسی مسیح اون کلام خداست و همینطور هم روح قدس شروع کرد به عمل کردن. پس تقریبا ما میتونیم قبول کنیم، هرچقدر هم نمیفهمیم، قبول کنیم که برای خدای ما خدای واحد هست. سه تا خدای ما نداریم، یه دونه خدا داریم که واسه شخص پدر پسر روح القدسه که هر سه تا خدا هستن و هر سه تا عمل میکنن. در ذاتشون یکی ان، در فکرشون یکی ان، در نقششون یکی ان و ازلی و ابدی هستند. آمین. اینو فقط گفتم که تقریبا متوجه بشیم که الانم بیشترم اونجا توضیح خواهم داد که زمانی که عیسی مسیح میگه که من میرم پیش پدر و از او سوال میکنم، روح القدس رو برمیداره و میفرسته. پدر عیسی مسیح رو فرستاد، عیسی مسیح روی صلیب اونجا برای گناه ما مرد، گناهشون بخشید، روح القدس آمد در ما، از ما یک فرزندی ساخت. پس میبینید که دوباره سه تا خدایی هستن که در عملی، یعنی سه تا خدا نه، این تثلیث هست که با هم همکاری میکنن که نقشه خدا انجام بشه در هر قسمت ها. اینو فقط به هر حال گفتم که حداقل یه اطلاعی داشته باشین که ما سه تا خدا رو نمیپرستیم و خیلی مهمه که متوجه بشیم، مخصوصا که در مورد روح القدس الان صحبت میکنیم. روح القدس که میاد در قلب ما اونجا ساکن میشه، چه رویی است؟ جدا از خداست یا طبیعتش فرق میکنه؟ رویی است که مثلا مربوط به طوری شاید خدا نیست، فقط یک روحی هست. و زمانی که اینو متوجه شدیم که واقعا ایمان داریم، باور میکنیم به این خدای پدر پسر روح القدس، هر سه تا خدا هستن، پس متوجه میشیم که زمانی که این روحی که در من قرار گرفته، پس چه کسی وارد قلب من شده، با روح من یک شده؟ خدا. زمانی که در مورد تولد عیسی مسیح نگاه میکنیم، یعنی صحبت میکنیم، چطور اصلا کلا این روح خدا وارد شد؟ زمانی که این مادر عیسی مسیح هنوز ازدواج نکرده بود، نامزدی با یوسف بود، فقط اونجا چطور این فرشته گابریل آمد اونجا و گفته که، فرشته در جواب وی گفته که برحال اول صحبت میکنه که تو
زایمان خواهی شد و بعد از این مریم میپرسیم میگه چطور من از مردی اطلاع ندارم. بعد از این که فرشته گفت در جواب گفت روح القدس بر تو خواهد آمد و قوت حضور اعلی بر تو سایه خواهد افکند، از آن جهت آن مولود، مولود مقدس، پسر خدا خوانده خواهد شد. پس میبینیم که اینجا در مورد روح القدس صحبت میکنی. روح القدس خواهد آمد، ببخشید تو پارانتز من، مثل این که سپرم، از طریق بیولوژی میگم، سپرم خدا در تو قرار خواهد گرفت که تمام طبیعت خدا در این سپرمه، و به این خاطر این بچه ای که زاییده میشه پسر خدا خوانده خواهد شد. تمام طبیعت خدا در اون سپرمه. همینطورم طبیعت من، یا طبیعت یعنی من خود آلب، شخصیت من که من هستم، همه چی تو سپرم اونجاست. و اونجاست که زمانی که تو رحم الان همسر میشه، اونجا تو چی میگن تخمه، تخمک، یا اونجا برحال اونجا احتیاج برحال به زن و مرد، یعنی احتیاج به همدیگه داریم که بچه دار بشیم. یا فقط اینجا نگاه میکنیم که اینجا سپرم، یعنی به وسیله روح القدس میاد که تمام پوری خدا همون در روح القدسه، و این بچه که زاییده شده پس میتونه فقط پسر خدا باشه، پسر انسانی میتونه باشه. از طریق انسان، از طریق فیزیکی، چون مریم خدا نبود فرض، بلکه انسان مثل من و شما بودین، به این خاطر این بچه که زاییده شد از طریق روح پسر خدا بود، از طریق جسم پسر انسان بود، انسان شد. و زمانی که عیسی مسیح میپرسیدم، میگم که عیسی مسیح اسم مادر چیه؟ میگفته که اسم مادر من مریمه. میگم خب اسم پدر چیه؟ میگه اسم پدر من خداست. درست یا نه؟ پس آها، پس اسم پدر تو، پس تو پسر خدا هستی؟ چی میگفت؟ چی میگفت؟ اگر دختر من اینجا باشه، میگی که الان ازش بپرسی میگه پدر تو چیه، به من نشون میده که این پدر من، آلبرت پدر منه. یا الان از عیسی مسیح میپرسید، عیسی مسیح مادر تو کیه، میگه مادر من مریم. پدر تو چیه؟ پدر من از اونجا زاییده شدم، روح القدس آمد، پدر من پدر آسمانی خداست. که به هر حال افرادی من میگن که چطور میتونه خدا پسری داشته باشه. به هر حال سو اینجا میبینیم که به وسیله روح القدسه که الان عیسی مسیح به دنیا آمده. و همینطور هم نگاه میکنیم که زمانی که ما تولد تازه رو به دست آوردیم، یا اینجا میبینید توی کتاب غالاتیان باب 4 آیه 4 تا 7 اینجا میگه که لیکن چون زمان به کمال رسید، خدا پسر خود را فرستاد تا از زن زاییده شده و زیر شریعت متولد، تا آنانی را که زیر شریعت باشند فدیه کند، تا آنکه پسرخواندگی را بیابیم. اما چون که پسر هستیم، خدا روح پسر خود را در دلهای شما فرستاده تا که ندا می کند یا آبا، یعنی ای پدر. نمیدونم درست خوندم یا نه، بعضی وقت غلط خلط می خونم. فقط اینجا میتونید خودتان بخونید. فقط منظور اینه که زمانی که زمان به کمال رسید، این وعده هایی که خداوند از، حتی میتونم بگم از زمانی که آدم و حوا گناه کردن و خداوند به شیطان گفته که شیطان ملعون بر تو باد، از این زنی که تو اونجا فریب دادی، از ذات، از نسل، نه از بزد او، میدونی بشه، از بزد او یک کسی خواهد آمد سر تو رو خواهد کوبید. اونجا توی باغ عدن خدا این چیز رو به شیطان گفت که از این زن که تو فریب دادی، از زن یک کسی خواهد آمد که سر تو رو خواهد کوبید. به این خاطر الان اینجا میگه زمانی که زیرا
لیکن چون زمان به کمال رسید خدا پسر خود را فرستاد. الان متوجه شدیم که آها این وعده‌ای که در باغ عدن داد الان اینجا مریم مقدسه یا مریمی هست که خدا انتخاب کرده اونجا و میگه که زمان که به کمال رسید خدا روح خودش رو فرستاد، یعنی پسر خودش زایده شد، یا که برای چی؟ که زیر اونم زیر شریعت بود، یعنی خود خدا فقط اینجا نبود بلکه زیر شریعت چون انسان بود عیسی مسیح، که آنها رو که زیر شریعت باشند ما که زیر شریعت خدا شریعت هستیم فدا کند و این پسرخواندگی رو ما به دست بیاریم. یعنی به هر حال این درس هایی که ما اینجا چیز کردیم بیاد اینجا کفاره گناه های ما بشه و همینطور ما نجات پیدا کنیم. و اینجا بعد از اینم اشاره میکنه و خیلی مهمه که اینجا میگه که تا ما پسرخواندگی رو بیابیم. اما چون پسر هستیم، پسر منظوری نیست که فقط مرد، پسر بیشتر اشاره میکنه به دختر و پسر فرد، یا و چون پسران هستی و که اونا که واقعا تمام چیزها رو به ارث خواهند آورد، به این خاطر خدا فرد تو کتاب مقدس میبینی که بعضی وقت که میگی در مورد پسران صحبت میکنه، پس کسانی هستن که به هر حال میتونم بگم خواندگی دارن، به رشد روحانی رسیدن، عاقل، با اون یه مقام یا خواندگی که خداوند در ایشان خوانده، یعنی مربوط به بیشتر این مقامی هست که به دست خواهند آورد. و میگه که چون که پسر هستیم خدا روح پسرخواندگی رو در دلهای شما فرستاده که ندا کند. از همون روحی که در آمد در رحم مادر عیسی مسیح، همون روحی هست که خداوند الان به کسانی که ایمان دارن به عیسی مسیح قبول میکنه، عیسی مسیح همون روح میاد در دلهایشان. اون موقع هست که ما شروع میکنیم بگیم که ای پدر، چون روح پسرخواندگی رو ما دریافت کردیم. پس خوبی اینه که زمانی که به عیسی مسیح نگاه میکنیم بگیم که عیسی مسیح چه روحی درونش بود، همون روح القدس بود که درونش بود، همون روح القدسی که در عیسی مسیح آمد و عیسی مسیح رفت و زندگی میکرد و جلال خدا رو نشون میداد، همون روحی هست که خداوند به ما بخشیده، نه کمتر نه زیادتر. خوشحال هستین؟ یه روحی دیگه ما دریافت نکردیم. همینطور در رومیا به 8 میگه که کسانی که روح القدس ایشان را هدایت میکنه اونها واقعا پسران خدا هستن. پسران خدا یعنی افرادی هستن که این رنگ، این چیز رو، مقام رو دارن، یعنی با اون چیز رشد روحانی، اونایی که واقعا خدا رو در این دنیا نمایان میسازن. همینطور که عیسی مسیح رو که نگاه میکنین اون آمده خدا رو اینجا در این دنیا معرفی کرد. ما هم زمانی که مسیح میاد در قلب ما قرار میگیره و ما زندگی میکنیم در این احکام، در این با او، با روح القدس، اون موقع است که بیشتر و بیشتر عیسی مسیح در زندگی ما یا از زندگی ما دیده میشه، یا تمام صفتهای او، یا آرامشی هست، صلحی هست، محبتی هست، عدالتی که زندگی میکنیم، پشت صبر رو زندگی میکنیم، چه اقتداری ما داریم. این نیست که من الان آلبرت مرد بهتری شده، بلکه خداست که در آلبرت اینجا شروع میکنه، با همکاری با آلبرت بتونه اینجا خدا رو نمایان بسازه. متوجه هستین؟ زیبایی هم تو مسیحیت این نیست، زیبایی مسیحیت اینه که من میتونم با خدا، همکاری با خدا که در من زندگی کنم و زندگی من سال به سال، ماه به ماه تغییر پیدا میکنه. اگر نه اصلا چه فایده داره به یه خدایی باور کنم که دور از منه، من فقط دائما باید فقط قربانی های برای خداوند بیارم که منو قبول کنه. و اینجا میگیم، میبینیم که زمانی که ما قبول کردیم و این کار صلیبی که قبول کردیم و اعتراف کردیم، توبه کردیم، بازگشت کردیم، خدا به ما این روحشو میده که الان میتونم با خدا زیست کنم، با خدا زندگی کنم. و میبینم که 35 سال که ایمان آوردم و الان نگاه میکنم مثلا کلا یک کسی دیگه شدم از طریق شخصیت، از طریق رفتار،
من خوب شدم. نه، من فقط تنها چیزی بود که من اجازه میدم خدا در من کار کنه. هر چقدر کار میکنه بیشتر و بیشتر خودش هم ظاهر میشه. و فقط من این روحی که در منه و روح القدسی که در شماست، کسانی که ایمان آوردن، تو این روح آزادیه، تو این روح شفاست، تو این روح شادیه. تمام چیزهایی که ما انسان دنبالش هستیم. اما نمیپرسن، میگن که این دینی که تو اعتقاد داری، آیا واقعا این دین به تو چی میده؟ این مذهب به تو چی میده؟ اینجاست که ما باید بپرسیم از خودمون. دائما که دعا میکنم، دعا میکنم، شاید خدا یک دعایی میشنوه، شاید یک انجام میده، یا شاید مثلا به من کمک میکنه در قسمت هایی که من احتیاج به کمک دارم. تو عوض نمیشی، همینطور میمونی. و اینجاست که هر شخص باید برای خودش واقعا فکر کنه، اون خدایی که من ایمان دارم، اعتقاد دارم، پرستش میکنم، چقدر زندگی من عوض میشه. نه فقط یک بار یه احساسی خوبی دارم، یا بگم یکم، میتونم بگم یک آرامشی دریافت میکنم. برای خدای ما خدای محبت، حتی کسانی که دشمنای خدا هستن جا رحم میکنه، چون محبتش، ماهیت ذاتش اینه. مهم اینه که اگه به خدا ایمان داری، به خدای واحد ایمان داری، خدای زنده، خدای خالق ایمان داری، اعتقاد داری و میپرستی، باید اینجا بپرسی چقدر زندگی من عوض میشه، چقدر در صلح و سلامتی آرامش زندگی میکنم، و چقدر اتفاقاتی که در دوره و میفته، چقدر اینجا تاثیر منفی در زندگی من تاثیر میذاره به زندگی من. یه کسی که بگم که خدا رو درونش داره، خدا اینطوری بگم به اسم، به لغت دنیایی، خونسرده، یعنی سب داره، هر اتفاقی هم میفته خدا چیز نمیشه، چی میگن، هیجان زده نمیشه، وای چی کار کنه، وای چه اتفاقی افته. خدا میدونه، همه چیز رو کنترل خودشه. الان اون الان در توست، هر اتفاقی که میفته شروع نمی کنید به دست و پا زدن، بلکه در آرامش میمونی. و اینجاست که واقعا مشخص میشه آیا واقعا اون خدای واحد رو، اون خدای خالق رو میپرستین، آیا در امید و برای آینده هم زندگی میکنی که بعد از مرگ چی میشه. این سوال هایی هست که برای تاثیر میذاره روی زندگی من. زمانی که من نگاه میکنم میبینم که الان روح خدا با روح من یک شده، یا اتحادی پیدا کرده، حیاتی جاودانی رو دارم، نه از مرگ میترسم، نه از چیزایی که اتفاق میفته میترسم، بلکه با امید زندگی میکنم، یک روز خلاصی پیدا میکنم، یک روز با خدا در ابدیت خواهم بود و اونجا شبیه او خواهم بود. با این ایمان زندگی میکنم و این تاثیر میذاره روی زندگی روزمره من. هر مشکلی میاد میدونم آینده من کجاست. یه کسی که خدای ایمان داره و نمیدونه آینده خودش کجاست، پس فکر نمیکنم اون خدای محبتی باشه که تو رو الان قبول کرده. چون خدا هیچ موقع ما رو همینطور تا آخرین لحظه چیز نمیگذاره. چی میگن؟ بلا تکلیف نمیذاره. من محبت هستم، فقط نمیدونم میری جهنم، نمیری جهنم، ببینی چی میشه. خدای ما میدونه چه درد و رنج میکشیم، این گناه چقدر زندگی ما رو نابود کرده. اون میدونه که چقدر رنج میکشیم. اون میدونه که یک لغتهای کوچیک، یک کلامهای کوچیک از دیگران که ما رو چطور خورد میکنه، چطور ما ایشان رو خورد میکنیم. اصلا این دنیا واقعا همه چی به هم ریخته. عیسی مسیح خودش هم که آمد، قوم خودش رو دید، گفته که دلش سوخت، بدون شبان هستن، پراکنده هستن، دل شکسته هستن. دل عیسی مسیح سوخت و دل خدا میسوز زمانی که دنیا رو نگاه میکنه. الان بیاد تو رو بلا تکلیف بذاره، میگه من ایمان داشته باش و ببینید که آخر چی میشه. الان اگر تو درست زندگی کنی،
نه من اینطور دست میده، اگر تو اینطوری دور خدا، خدای ما خدا وحشتناک نیست. زمانی یه کسی رو این مرد و زن و بیمار رو فلج رو میستی اینجا نمیای، اینجا مثلا به چیز سعی میکنی کمکش کنی که بتونه راه بره. و زندگی ما همه ما اینطوریه، گناه ما رو به اونجا رسونده. الان خدا میاد اینجا ما رو بنا میکنه و همینطور هم گناه ما رو بر میداره و همینطور هم کفاره گناه ما میشه، جریمه ما رو بر میداره و بعد از اینم میگه که روح خودم رو به تو میبخشم که واقعا مهر کنم تر قلب تو که مال من هستی. نه مال من اینطوری تسلط، مال من هستی یعنی هیچ کسی نمیتونه تو رو از دستای من برداره دیگه. تو چسبیدی به ماهیت خدا. عیسی مسیح زمانی که هنوز در این دنیا بود، به هر حال فیزیکی اینجا بود دیگه، خدا فیزیکی در این دنیا بود. هر کسی میخواست با خدا روبرو بشه، با خدایی که دیدنی هست، میرفت پیش عیسی مسیح، بایستی میرفت این اورشلیم یا اسرائیل. فقط اینجا عیسی مسیح خودش میگه که در یوحنا باب 16 آیه 7 میگه که میگه که لیکن چون او اینو گذاشتیم رفتن من برای شما مفید هست. رفتن شما یعنی میگه که من زمانی که میرم پیش پدر برمیگردم پیش پدر، برای شما مفید هست. چرا؟ زمانی که در این دنیا بودم، اینجا توی دنیا بمونم، هر کسی که میخواد با من ملاقات داشته باشه بیاد، باید اونجا پرواز کنه، بیاد اونجا تو اورشلیم یا تو اسرائیل، اونجا بتونه با ملاقات کنه. فقط الان زمانی که من میرم، 3.5 سال با شما بودم و شما همینطور معجزه منو دیدین، تمام کارهایی که من کردم دیدین، قدرت منو دیدین، بعد همزمانم چی میشدین؟ شکست میخوردین و شاگردان هم همینطور خرابکاری هم میکردن، یا با هم دیگه حسودی میشد و همینطور هم به هر حال این قدرت رو در خودشون نداشتن. به این خاطر زمانی که عیسی مسیح میگه که من الان 3.5 سال با شما بودم، برای شما خوبه که من برم، چون زمانی که روح القدس بیاد دیگه هر اینطوری بگم هر شخص میتونه خدا رو برای خودش داشته باشه. متوجه هستین؟ الان من آلبرت هستم، هر کسی میخواد با من ملاقات داشته باشه باید پیش من بیاد یا من رو دعوت کنید. من الان میتونم امروز پیش آرتین باشم، هیچ جای دیگه نمیتونم باشم. فقط خدا میگه که خوبه که من برم، زمانی که من میرم روح خودم رو میبخشم. الان آلبرت ها مثال میگم، الان در باش ما خواهند بود، در شما خواهد بود. یعنی خدا همون عیسی مسیح به وسیله روح القدس الان در تک تک شماست و هر جایی که هستی من با شما هستم. به این خاطر میگه خوبه که من برم و زمانی که من میرم شما رو یتیم نمیگذارم، تنها نمیگذارم، بلکه روح خودم رو میفرستم، دیگه اونا با شما هستن. به این خاطر الان روح خدا دیگه در من هست، دیگه هر جایی که هستم با خدا ملاقات دارم. احتیاج نیست برم توی ساختمونی که اسمش کلیساست که برم اونجا با خدا ملاقات داشته باشم. هر جایی که هستم، زیر دوشم هستم، میتونم با خدا من همینطور موهام میشونم، شکرش کنم، پرستش کنم، در روح در ارتباط باشم. من رو بندازن توی زندان، اونجا کیست؟ خداست. روح خداست که خداست که با منه. به این خاطر میگه که خوبه که من برم، زمانی که فقط من میرم و روح القدس رو برای شما میفرستم، او با شما و در شما خواهد بود. پس میخوام الان این روح القدس رو که الان عیسی مسیح که نگاه میکنیم، عیسی مسیح زنده بود، عیسی مسیح حرف میزد، تعلیم میداد و معجزه میکرد، درسته؟ پس زمانی که میگه خوبه که من برم، الان یک کسی دیگه برای شما، روح راستی رو برای شما میفرستم، او با شما خواهد بود و در شما خواهد بود. پس الان مثل اینکه الان یک مسیح هست که در ما قرار گرفته، همون هیچ تفاوتی با عیسی مسیح نداره که 2000 سال پیش، چون روح خدا، ماهیت خدا، ذات خدا در عیسی مسیح و همینطور در روح القدس.
و الان اوز همینطور که عیسی مسیح صحبت میکرد، هدایت میکرد، الان روح القدسه که من رو صحبت میکنه. پس الان زمانی که در مورد روح القدس صحبت میکنیم که او صحبت میکنه، هدایت میکنه، پس باید یک شخصی باشه. درسته؟ روحی نیست که الان مثل یه ابر میاد اینجا میکشه و میره مثلا یه کارایی انجام میده، یا مثل یه برقه فقط میری اونجا قدرت میگیری. اینجا عیسی مسیح در مورد شخص صحبت میکنه و اینجا نگاه میکنه میگه یک شخص. یادتون هست یک نقشه اینجا کشیده بودم، یک شخص از سه نوع ساخته شده. اول گفتیم بدن، نفس و روحه، درسته؟ و نفس همینطور از سه قسمتی هست. مرسی. سه قسمتی هست و این میشه احساس، فکر و اراده. پس زمانی که در مورد شخص صحبت میکنیم، پس یک شخص باید احساس داشته باشه، فکر داشته باشه و اراده داشته باشه، تصمیم گیری کنه. چون ما شبیه خدا خلق شدیم، ما اراده هم داریم که تصمیم بگیریم. یا سو زمانی که در مورد روح القدس صحبت میکنیم، میبینیم که الان توی کتاب مقدس این قسمت هایی که نوشته در اول قرنتیان باب 2 آیه 11 اینجا میگه که همچنین نیز امور خدا رو هیچ کس ندانسته است. یا اما خدا آن نه اول قرنتیان 2 ده تا یازده، اما خدا آنها را به روح خود بر ما مکشوف نموده است. زیرا که روح همه چیز زیرا که روح همه چیز حتی عمق‌های خدا را نیز تفحص می کند. زیرا کیست که از مردم که امور انسان را بداند جز روح انسان که در وی بود. پس روح القدس چی می کنه؟ یه دانشی داره، درسته یا نه؟ اینجا در قسمت اول اینجا ننوشتیم، اینجا نوشته همچنین نیز امور خدا رو هیچ کس ندانسته هست جز از روح خدا. ندانسته هست یعنی یه فکری داره، یه دانشی داره. موافق هستین؟ اول قرنتیان باب 12 آیه 11 میگه که همان یک روح فاعل هست که هر کس را به حسب اراده خود تقسیم می کند. این در مورد عطاهای روح القدس صحبت می کنه. میگه که روح القدسه که عطاها رو تقسیم می کنه، نه عیسی مسیح. روح القدس رو به ما که زمانی که ایمان آوردیم به عیسی مسیح، به ما عطاهایی می بخشه، ابزارهایی هستن که با او زندگی می کنیم و ملکوت خدا رو می سازیم. و اینجا میگه که روح القدسه که طبق اراده‌ای که خودش داره، پس اراده داره که اینطوری به ما میبخشه. و همینطور هم میبینیم که در افسسیان باب 4 آیه 30 اینجا میگه روح القدس خدا رو که به شما داده شده محسون مسازید. افسسیان اینجا نوشته این بعدیش چیه؟ بعدیش اینه؟ نه فکر نمی کنم. فکر می کنم 148 48 اینجاست. اول قرنتیان 2:11 اینجا. همچنین نیز امور خدا رو هیچ کس ندانسته است جز روح خدا. پس دانش و افکار، دانش و آگاهی. و اول قرنتیان 12 میگه همچون یک روح فاعل هست که هر کسی را به حسب اراده خود، پس اراده داره. و افسسیان 4 میگه روح القدس خدا محسوم مسازید، پس احساس داره. پس زمانی که در مورد روح القدس صحبت میکنیم، در مورد چی صحبت میکنیم؟ یک شخص صحبت میکنیم. شخصیت داره، فکر میکنه، اراده داره و همینطور هم احساس داره. ما میتونیم روح القدس رو محسوم کنیم، ناراحت کنیم. پس اینجا زمانی که در مورد تثلیث صحبت میکنیم، شخص سوم تثلیث روح القدس، پس یک شخصی هست. پس زمانی که الان با
این روح القدس آمد در قلب من ساکن شده و با منه، پس چی میتونه بکنه؟ با من صحبت کنه، کمک کنه، هدایت کنه، شخص دیگه. تقریبا مثل این که الان عیسی مسیح 2000 سال پیش، الان روح القدس بکسانی کنه، عیسی مسیح که 2000 سال پیش اینو مرده برخواست، الان اونجا آمده میگه آلبرت من آمدم فقط برای تو. من الان اون زمان یک شخص بودم اینطوری از طریق فیزیکی، الان من با تو هستم، الان میتونی با من زندگی کنی. یک عیسی مسیح مخصوصا برای توست، مخصوصا برای شما. عیسی مسیح رو میره هر جایی که میری عیسی مسیح هست، میری تخت خواب یا میخوابی عیسی مسیح هست، با تو خواهد بود و در تو. یا الان من با عیسی مسیح زندگی میکنم، پس من اگه سوالی دارم چی میکنم؟ چی میکنم؟ الان عیسی مسیح کنار تو بود سوال میکردی چی سوال داشتی چی میکردی؟ بگید دیگه، میپرسیدی دیگه. عیسی مسیح نمیدونم چه کار کنم الان، این شخص آمده این کارا رو کرده، تو فکر تو چیه؟ برحال ما میتونم میگم عیسی مسیح برو کنار، الان برم اونجا جاخش رو بگیرم، الان برم حسابش بیارم، چی میگن حسابشو برسم، صبر کن یه لحظه. معمولا ما اینطوری میکنیم، یا صبح زود میایم اینجا عیسی مسیح با عیسی مسیح صحبت میکنیم، عیسی مسیح مرسی خداوند برای شکر برای این روز، امروز اینجا تو خونه بمون، من برم سر کار، شب همدیگه رو میبینیم. عیسی مسیح اونجا تو با تو میاد، فقط از دید تو خونه هست. بعد زمانی که عیسی مسیح بیدار میشه با او صحبت میکنه، مثل یک عاشق صحبت میکنه، میگه خب امروز ما خون بریم توی دنیای اون، میخوام بریم اونجا کار بکنیم، یا کار میکنم الان روح القدس، الان عیسی مسیح با تو میخوام برم. ما مطمئن باشی عیسی مسیح میگه که با کمال میل تو منو دعوت کرد، من با تو میام، خوشحالی میام، من با روح القدس یعنی با عیسی مسیح الان راه میرم و هر جایی که قرار میگیرم اونجا صحبت میکنم، با اون مشورت میکنم. یا اینطوری هم نیست هدف مشورت میکنی زود همه جواب رو میگیری ها، خدا با توست و اجازه میده بعضی وقت میگه که برو من کنار تو هستم. خوبه نه؟ خوبه؟ میدونستی که عیسی مسیح کنار تو با توست؟ کسانی که برای ایمان دارن به عیسی مسیح، اینم با احساس نیستن، فکر نکنی الان باید احساس رو داشت آه این روح القدس با من آه، نه با ایمان با توست. یا هر جایی که هستم من ایمان دارم او کنار منه، با منه روح القدس الان. بس عیسی مسیح کمتر و بزرگتر نیست، همون خداست. و بعضی وقت واقعا اینطوری است که من اتفاقاتی میفته فقط زود تمرکزم میره به اون و اونجا میچسبم. بعضی وقت مثلا دردهایی به وجود میاد، اونجا میچسبم، میدونم یه جای امنی است، یه چی رو چسبوندم که ابدیه. الان کوتاه مقایسه کنیم عیسی مسیح و همینطورم روح القدس رو. اینجا در یوحنا باب 16 آیه 13 میگه که لیکن چون او یعنی روح راستی آید، شما رو به جمیع راستی هدایت خواهد کرد. جمعی راستی هدایت میکرد، یعنی الان یه کسی هست که، یه شخصی هست که تو رو هدایت میکنه. بعد از این میگه شما کارهای بزرگتری از من انجام خواهید داد، زیرا که من نزد پدر میرم. اوف چه چیزی بزرگی میگه که من شما الان من آمدن این معجزه رو همه کردم، حتی به شاگردش میگه شما بزرگتری خواهی کرد. چرا؟ من میرم پیش پدر، روح القدس رو فرستم. این روح خدا همون خدایی هست که عیسی مسیح در این دنیا بود، همون کارهایی که عیسی مسیح اینجا معجزه کرد رو روح القدس که به وسیله ما انجام خواهد داد. حتی میگه که بزرگتری از انجام خواهد داد. ببینید چه هدیه، چه چیزی بزرگی ما به دست آوردیم، یعنی کسی به ایمان میاره به عیسی مسیح. و میخوایم ببینیم که تمام کارهای روح القدس چیه. در اعمال رسولان باب 1 آیه 8 اینجا میگه که لیکن عیسی مسیح قبل از اینکه صعود کنه میگه که لیکن چون روح القدس بر شما میآید، قوت خواهید یافت و شاهدان من خواهید شد. شاهد یعنی چی؟ شاهدان من خواهید شد، روح القدس که در من میاد قدرت خواهم گرفت و زمانی که زندگی میکنم
قرار با زندگی خودم مسیر رو نمایان میسازم. شاهد یعنی کسی که منو میبینه و زندگی منو میبینه و قدرتی که در من میبینم، اونجا شهادت میدم از اون خدا، خدایی که زنده هست. یا نگفته که قدرت میگیریم و بعد از این جا کارهای بزرگی اینطوری فقط انجام میدی، بلکه شاهدان من میشین. یعنی هر کسی زندگی منو میبینه، نگاه میکنه، و افرادی که اینجا ایمان آوردن دیدن که بعد از یه مدت خانوادهش میگفتن که نمیدونم چی عوض شدی، چه چیزایی از هفته گذشتم در موردش فکر کنم صحبت کردم، نمیگه که چی شده با تو، چه اتفاق افتاده. ما شاهد خدا میشیم، تقریبا مثل اینکه خدا خودش رو تکثیر کرده در ما. آمین. یوحنا 14:26 و هر چیز را به شما تعلیم خواهد داد و آنچه به شما گفتم به یاد شما خواهد آورد. پس روح القدس چی میکنه؟ تعلیم میده. چیزایی نمیگه که مثلا عیسی مسیح نگفت. هر چیزی که من به شما گفتم اونم دوباره میاد به یاد شما میندازه. چقدر عالیه. کسانی که فراموشگاه هستن، روح القدس کنار شماست. شروع کنه به چیز کردن، یادتون بیاد. یا ای خدا من چی بود، چی بود، چی بود، چی بود، سب میکنم. بعد این روح القدس یه چیز رو باز میکنه، به شرطی که برای با او زندگی کنم و کلام خدا رو بخونم. یا نمانی که کلام خدا رو میخونم، کلام خدا همون خداست دیگه، فقط نوشته شده، کلامی هست که از دهن خدا آمده، از دهن عیسی مسیح آمده و تعتیق هم همینطور به وسیله انبیا و که اونم از طریق روح القدسه. یا خداست که همه چی رو ما چیز کرده. زمانی که کلام خدا رو میخونم مثل که خدا هم با ما صحبت میکنه و بعضی وقت هم به یادمون میاره. و بعد از این میگه که او سخن خواهد گفت، از آینده به شما خبر خواهد داد، عیسی را جلال خواهد داد، به جمیع راستی هدایت خواهد کرد. پس اینجا مشخص یک شخص سوم تثلیث و آینده. بعضی وقت هم اینطور چیزایی که نبوت هایی هست که خدا میخواد به ما نشون بده در آینده چه اتفاقی خواهد افتاد، و افرادی هستن که این عطا رو دارن و واقعا خدا از طریق ایشان صحبت میکنه. در اعمال رسولان نوشته شده. و همینطور هم او چون آید جهان رو بر گناه و عدالت و داوری ملزم خواهد نمود. پس روح القدس زمانی که ما توبه میکنیم، بازگشت میکنیم، اینم کمک روح القدس ما رو ملزم میکنه که واقعا با شناخت خودمون بیاریم که واقعا ما گناهکاریم، ذات ما گناهه. الان ما که نجات پیدا کردیم به عیسی مسیح، این کمک روح القدس بود که ما رو کمک کرد که بتونیم ایمان بیاریم و بدونیم که به گناهکار بودن خودمون رو پی ببریم. یا اینجا و او بر من شهادت خواهد داد. یا او بر من شهادت خواهد داد. همین چیزایی که الان قبل از اینکه میگم که روح القدس که بیاد، من نمیتونم به شما عیسی مسیح رو بشناسونم یا معرفی کنم. اوست که روح القدس که میاد اینجا عیسی مسیح رو چی میکنه؟ یه او بر من شهادت خواهد داد. یا یعنی چیزایی که مربوط به عیسی مسیح به ما منتقل میکنه. یا و همینطور هم اگه یه چیزی که مهمه برای خودم، خیلی مهمه، که در اول قرنتیان به 2:10-12 است که به وسیله روح القدس که ما میتونیم به شناخت خدا برسیم، چون او روح القدسه که عمق خدا رو میدونه. اینجا نوشته شده اما خدا آنها را به روح خود بر ما مکشوف نموده است، زیرا که روح همه چیز حتی عمقهای خدا رو نیز تفحص میکند. زیرا کیست از مردم که امور انسان را بداند جز روح انسان که در وی هست. یعنی میگه که الان روحی که در من است هیچ کسی نمیشناسه، منو نمیشناسه جز از روح من که در منه. حالا میگه که انا خدا هیچ کسی نمیشناسه جز از روح خدا که عمقهای خدا رو میدونه. و این روح القدسه که میاد
به من خدا رو میشناسونه، معرفی میکنه که با او آشنا بشم. من برای خودم میتونم بگم بزرگترین چیزی هست که برای من وجود داره که دنبالش هستم، که شناخت خدا، با خدای خالق من، منجی من آشنا بشم. و این امکان پذیر است چون روح القدس در منه و خودش که روح القدس رو معرفی میکنه، خدا، شخصیت خدا، ماهیت خدا معرفی میکنه. همزمان چون روح القدس هم خداست، میتونم در خودم تجربه کنم محبت او، صبر او، مهربانی او و تمام خصوصیت های، تمام صفت های او میتونم تجربه کنم. و اینجا هم پایین هم همینطور تقریبا همینه، نه؟ همچنین نیز امور خدا رو هیچ کسی ندانسته از جز روح خدا، لیکن ما روح جهان را ها. پس لیکن ما روح جهان را نیافتیم، بلکه آن روحی که از خداست، تا آنچه خدا به ما عطا فرموده هست بدانیم. پس ببینید چه روحی ما به دست آوردیم، یعنی به ما هدیه داده شده. روح القدس در ما ذات، محبت، فروتنی، عظمت، زیبایی، افکار و عواطف خدا رو مکشوف می کند. تنها توسط شخصیت سوم تثلیث الهی هست که می توانیم به مشارکت صمیمانه با خدا برسیم. من می تونم بگم زیباترین هدیه هست که یک انسان می تونه به دست بیاره روح القدسه، و اینم به وسیله ایمان ما به دست میاریم. و اینجا نگاه می کنیم خدمت مأموریت روح القدس چی بود، یعنی زمانی که عیسی مسیح صعود کرد، روح القدس رو اونجا فرستاده بود و آمده بود توی شاگردان خودش. چه اعمال رسول باب 13 آیه 2 میگه که چون ایشان در عبادت خدا و روزه مشغول می بودن، روح القدس گفت برنابا و سیلاس رو برای من جدا سازید از بهر آن عملی که ایشان را برای آن خواهم خوانده ام. پس اینجا میگه که روح القدس واقعا مثل یک شخص، یا اونجا روزه و دعا میکردن، و مثل اینکه الان عیسی مسیح یا به واسطه روح القدس که الان اونجا آمده، میگه که عبادت می روح بود، روح القدس گفت، یعنی روح القدس شروع کرد به صحبت کردن. پس اینجا این قسمت هایی که نوشتم، روح القدس میفرستد، روح القدس به کار میگیرد، روح القدس مانع میشود، روح القدس ملزم میکند، روح القدس از آینده به ما خبر میده. پس میبینید که این سوم شخص تثلیث در حال عمل کردنه. و همینطور هم میخوایم ببینیم که مأموریت عیسی مسیح، مأموریت روح القدس چیه. اینجا میبینید که زمانی که عیسی مسیح آمد، مأموریت عیسی اینجا میگه که اینو و این درس رو که خوندیم، ظهور ملکوت خدا، آشکار کردن محبت پدر، مردن برای گناه ما، قیام از مردگان و پیروزی بر مرگ، صعود نزد پدر و فرستادن روح القدس به دنیا. این مأموریت عیسی مسیح بود. برای این عیسی مسیح به دنیا آمده که همه کارا رو انجام بده که روح القدس رو بفرسته. مأموریتش بود. زمانی که دیگه رفت، دیگه برحال اونجا تمام شد. الان نگاه میکنیم مأموریت روح القدس چیه؟ امکان پذیر کردن تولد تازه، رشد در ما تا به شباهت عیسی دریابیم، حیات و جلال خدا رو منعکس کنیم. یا این الان مأموریت روح القدسه. به این خاطر باید اینجا وقت با این شخص سوم تثلیث بگذاریم، مشارکت داشته باشیم، همینطورم کلام خدا رو بخونیم، احکام خدا رو نگه داریم. یعنی یک ملاقات صمیمانه با روح القدس باید داشته باشیم که بتونیم همینطور صدای او رو بشناسیم و همینطورم اجازه بدیم او ما رو راهنمایی کند. به وسیله روح القدس محبت، قوت، عطای روح دریافت نموده و به کمک او تقویت، تسلی، جرایت
جرأت میابیم. یا پس اینجا زمانی که ما ایمان آوردیم به عیسی مسیح و توبه کردیم، بازگشت کردیم، الان روح القدس آمده در ما ساکن شده، الان من باید وقت بذارم با او ملاقات داشته باشم، مشارکت داشته باشم. و متاسفانه مسیحیان هستن که اینو چیزا رو نمیدونن و مسیح میشن، تعمید میگیرن، میگن زو الان بریم توی زندگی خودمون به شروع کنیم به کار کردن و پادشاهی خودمون رو در این دنیا بسازیم. هنوز متوجه نشدن درست واقعا یک ماموریت خواندگی داریم ما. زندگی ما در این دنیا مهمه و پدر آسمانی قول داده که گفته من هر چیزی که احتیاج دارم به شما خواهم داد. بعد من باید بدونم برای چی خوانده شدم. من هویت منو باید پیدا کنم، بدونم خدا چرا منو خلق کرده. این توی درس اول دوم رو همه چی رو باز کردم برای شما که شبیه خدا بشیم، سلطنت کنیم. برای این خدا منو نجات داده، برای این عیسی مسیح این بها رو پرداخت کرده، نه فقط برای یه چیزی کوچیکی به دست بیاریم. حالا عیسی مسیح میاد این درد و رنج میکشه که بتونه در این دنیا فقط بتونیم یکم زندگی کنیم، نه که تبدیل بشیم به شباهت عیسی مسیح، به شباهت خدا. این نقشه‌ای که خداوند از ابتدا برای انسان داشت، چیزی کمتری وجود نداره. در اول قرنتیان 6:19 میگه که آیا نمیدانید که بدن شما هیکل روح القدس هست که در شما هست که از خدا یافته اید و از آن خود نیستید. این بدن الان که نگاه میکنم، این بدن هیکل خداست. هیکل چه جایی هست؟ هیکل معمولا میگن جایی هست که خدا زندگی میکنه، درسته؟ یا بعضی وقت هم افرادی هست میگن ما میریم کلیسا، ساختمون. زمانی که میرین توی کلیسا میگن که کلیسا جایی هست که خدا هست، نه؟ الان ساختمون رو برمیداریم. پس زمانی که میرین توی ساختمون گفتین که الان آمدیم اینجا، اینجا خداست، این هیکل ساخته شده. الان این ساختان، این تمام هیکل ها انسان ساخته. الان این کی ساخته؟ این خدا ساخته. و زمانی که روح القدس آمد در من و در شما، دیگه ما هیکل هستیم، یعنی خدا در ما ساکن است و میخواد حاکم هم باشه. و الان میتونم در او، با او در این رابطه صمیمانه بتونم زندگی کنم. پس زمانی که روح القدس آمد، پس متوجه بشیم، بدونین که شما هیکل خدا هستین. یعنی الان تقریبا شما نمیدونم الان شما چقدر کلیساها رفتی. کلیسای منظور من کلیسای همینطور سنتی هست. الان چی فکر میکنین زمانی که میرین توی کلیسا؟ فکر میکنین مثلا میتونین اینجا توی اونجا سیگار بکشین یا مثلا خرابکاری کنین، دزدی کنین، چوری چیزا میتونین؟ چون که جای مقدسیه. و میگه که جایی هست که نباید این کار رو بکنی. الان باید نگاه کنین الان تو خودت الان هیکل شدی. به این خاطر اینجا باید نگاه کنی که این هیکل رو چطور نگه میدارم. خدا در منه، چیزی کوچیکی نیست. همون رو تعریف کردم، بزرگترین هدیه هست که انسان میتونه دریافت کنه. چطور این هیکل رو نگه میدارم؟ اینو زمانی که ایمان آوردیم به عیسی مسیح و عضو کلیسا شدین، الان کلیسا ما برد برای که همه کلیساها قانونهای خوده، اون موقع هست که ما شروع میکنیم تعلیم دادن که چطور میتونین هیکل خودتون رو پاک نگه دارین. فقط الان امروز هم موردش صحبت نمی کنم، فقط میخوام تقریبا متوجه بشین هیکل روح القدس خودتون هستین. بعد از این میگه که رومیان باب 5:5 میگه که امید باعث شرمسازی نمیشود، زیرا که محبت خدا در دلهای ما به روح القدس که به ما عطا شده ریخته شده است. یعنی در مورد فشارها صحبت میکنه، در این طوفانها، در این مشکلهایی به وجود اومده، الان ما اینجا صبر باید بکنیم. بعد از این میگه که ما برحال امید داریم چون خدا الان با منه. و میگه که حتی در این زمانهای سخت میگه که ام امید باعث شرمساری نمیشود، زیرا که محبت خدا به وسیله کی؟ روح القدس. همون محبت پدر، چون ذاتشون با روح القدس یکیه، در من ریخته شده است. ریخته منظوری نیست که الان یه سطل برداشتی ریخته شده است، من داده شده، یعنی الان در من گذشته شده است. و بعد از این میگیم زمانی که روح القدس در ما قرار بگیره، این روح القدس هم ثمره هم داره. و
اینجا میگه لیکن ثمره روح محبت و خوشی و سلامتی و حل و مهربانی و نیکویی و ایمان و تواضع و پرهیزکاری هست. ثمره روح، یعنی الان این یادتون از این درخت معرفت نیکوبت بود و درخت حیات بود، الان نگاه کنین درخت حیات ثمره ای داشت، درخت معرفت نیکوبت ثمره ای داشت، خود محوری و نمیدونم هر چیزی که میخوای اینجا اشاره کنیم برای گناه. و اینجا میگه زمانی از این درخت میخوری روح القدس در تو قرار میگیره، پس محبت در توست، خوشی در تو، سلامتی هست، حلم، مهربانی، نیکو، تمام صفتهای خداست که در تو قرار گرفته. هر چقدر با این صمیمیت تو زندگی کنی، یواش یواش شروع میکنی این میوه دادن، این ثمره روح دیده بشه. آمین. و اینجا هم که این در مورد تسلیس که ما صحبت کنیم، پدر پسر روح القدس، اینجا هم که میبینیم که در دوم قرنتیان که پولس اینجا مینویسه، میگه که زمانی که این رساله رو به پایان میرسونه، اونجا میگه که فیض عیسی خداوند و محبت خدا و شراکت روح القدس با شما باد. فیض عیسی، فیضی که بخشیده روی صلیب که گناه شما آمرزیده، محبت پدر که عیسی مسیح رو فرستاده که تو رو آزاد کرده از این بدبختی، و مشارکتی الان خدا به وسیله روح القدس به تو داده که بتونی با اون در این ملاقات صمیمانه باشی که با شما باشه. پس اینجا تسلیس هم میبینیم که پدر پسر روح القدس همکاری میکنن. پدر آسمانی به کسانی روح القدس را عطا می کند که از او بطلبند. روح القدس لوقا میگه اگر شما به آنکه شریر هستید میدانید چیزهای نیکو را به اولاد خود باید داد، یا چند مرتبه زیادتر پدر آسمانی شما روح القدس را خواهد داد به هر که از او سوال کنند. یا اینجا میگه که پدران دنیا که همه ما شریر هستیم، از پسرت بچهت از توی چیزی میخواد به هر حال پیش میبرد، هر چقدر زیادتر پدر آسمونی به ما خواهد داد زمانی که از پدر سوال بکنیم. به هر حال این امروز درس روح القدس بود که میتونم خودم بگم که تمام کارهایی که خدا انجام داده، عیسی مسیح انجام داده، همه کارا رو که کرده، فقط و فقط و فقط آخر ما این روح راستی روح القدس رو به دست بیاریم، از اون موقع فرزند خدا بشیم، از اون موقع ما به نقشه خدا وصل بشیم و یک روز بتونیم روز به روز، یعنی تبدیل بشیم به شباهت خدا، به شباهت عیسی مسیح برسیم و یک روز تا عبدالعباد با عیسی مسیح سلطنت کنیم. این هدف خدا بود و این روح القدس که ما رو به اون هدف پایان زندگی ما میرسونه. و چون میدونم که این خواست خداست، نقشه خداست، آرزوی خداست، من احتیاج نیست اینجا چی میگن بتن میشه فارسیش نمیدونم چیه، یعنی بگم خواهش میکنم خدا من به اونجا برسون، چی میگن؟ التماس کردن یا نه بیشتر هی ناله زدنی به خواهش میکنم به من. خدا میگه که ببینه من این تو رو به تو دادم، اونقدر نق و غور نزن، من همه چی رو به تو دادم، آرزو من اینه که تو به اون هدف برسونم، من فقط از تو میخوام تو بله بگی، باور کنی، بقیه کار من انجام خواهم داد به وسیله روح القدس. او تعلیم میده، تسلی میده، بنا میکنه، هدایت میکنه، آینده رو به تو نشون میده، قدرت به تو میبخشه، تعلیم میده، تسلی میده، همه کارا رو انجام میده، فقط آیا تو میخوای یا نه. آمین. درس خوبی بود. و همینطور هم روح القدس که عزیزان، همینطور که ما گفتیم که روح القدس که ملزم میکنه، درسته، به گناه
کشور ما ایران احتیاج به روح القدس داره. به این خاطر ما زمانی که دعا میکنیم، هر چقدر دور هستیم از ایران، فقط ما میگیم روح القدس، ما دعا میکنیم، خداوند خواهش میکنیم تو بیا ملزم کن، مخصوصا این سران این کشور ما، لعنت نکنیم، بلکه میگیم خداوند حتی این آیات الله هایی که اونجا هستن، افرادی هستن، تو قادر هستی، تو میتونی از طریق خواب و رویا به ایشان نشون بدی توبه کنن، بازگشت کنن. یا روح القدس تو بسته نیستی، روح القدس احتیاج به ویزا نداره که وارد ایران بشه، اونجا هم سرزمین رو فرو گرفته، الان هر اتفاقاتی که میفته روح القدس شروع میکنه کار کردن. خیلی هستن که ایمان آوردن به عیسی مسیح، چطور روح القدس ملزم کرده، هدایت کرده، یه رادیوی باز کردن، تلویزیونی باز کردن، یک برنامه محبت آمد، یک برنامه نمیدونم سات 7 آمد، یک چیزی آمد و خدا شروع کرد به صحبت کردن، روح القدس ملزم میکنه، بعد از این ایمان میارن به عیسی مسیح. حالا ما با از طریق چیز اینستاگرام الان که شما هستین، خیلی هستن که با ما تماس گرفتن و الان میخوان شاگرد سازی بشن، زنگ زدن هفته من دیروز هم همینطور کسی گفتم من احتیاج به شبان دارم اینجا چنان هستم و احتیاج دارم به شبانی بشم تو ایران آبادان، احتیاج به کمک دارم، الان از اینجا چطور کمک کنم جز از این که در وصف بشیم همینطور روح القدس دعا کنیم که خداوند اونجا کارهای خودش انجام بده. و تجربه‌ای خیلی عالی داشتن. الان من گفتم که خواهش میکنم شهادت های خودتون برای من بفرستین، چون واقعا اونجا تجربه میکنن روح القدس رو، اطاعت میکنن، احکام رو نگه میدارن و خدا نشون میده و میگه واقعا چقدر خدای ما چقدر زنده است. الان توی یک کسی بود که از اونجا گرفتن توی بندر عباس، یا نوشته بود شهادت های خودش رو، چقدر خدای زنده ما، همینطور دعا میکنیم چطور خدا جواب میده. این روح القدس که اونجا حرکت میکنه، اونجاست که روح القدس میخواد اونجا توی ایران عیسی رو جلال بده، بلند کنه، شهادت خواهد داد. این چیزی که گفتین، او خواهد آمد و از من، از عیسی مسیح شهادت خواهد داد. دیگه خود ما باید در این دعا باشیم برای کشورمون، همینطورم خدمتی که ما الان انجام میدیم با میدیا، سعی میکنیم اونجا وصل بشیم، افراد زیادی اونجا دعا میکنیم، خدا من حتی اونایی که جستجو هستن یه جوری وصل کن با کلیسا همونی، هم کلیسای دیگه هم هستن، خیلی هستن که سازمان هایی هستن خدمت میکنن، یا وصل بشو که واقعا کشور ما ایران احتیاج به نور تو داره، راستی رو داره، نجات رو داره، از این درد آزاد کن. برای این اتفاقی هم افتاده، به هر حال از چشم خدا دور نیست. خدا میگم بعضی وقت از یه چیزی کوچیک استفاده میکنه یهو. الان همینطور فکر میکردم میگفتم که این مهسایی که اونجا الان اونجا کشته شد، یعنی این شخصی که الان اونجا شاید کتک زده، الان چه کاری کرده، هیچ موقع این شخص فکر نمی کرد الان با این کتک زدن تمام دنیا بیدار میشه، نه؟ زمانی که اینجوری زد فکر می کرد هیچ کسی نمی بینه او رو، موهاشو شاید هم کشیدن، نمی دونن چه اتفاقی افتاد، فکر کرده که همه چی مخفیه و خدا همه چی رو طوری بیرون آورده که یک انقلابی به وجود میاد، موهتن هم سیخ میشه. چشمای عیسی مسیح دور نیست عزیزان، روح قدسه که در این دنیا است. هرچقدر عیسی در دست راست پدره، روح خدا اینجا هدایت میکنه و الان هم میخواد همینطورم اول شما رو تشویق کنه که واقعا ایمان بیاریم به عیسی مسیح، نجات پیدا کنید و همینطورم روح خدا بیاد، اون عیسی بیاد زنده در تو با تو باشه که تو رو هدایت بکنه. آمین. گود، اگر سوالی هست، اینجا سوال نیست. الان نمیدونم عزیزانی که بینندگان عزیز، اگر شما سوال هایی دارین برای با کمال میل برای من میتونین یا ایمیل یا طریق همون اینستاگرام میتونین با ما خبر بدیم، یا میتونیم اونجا هر سوالی هست که میتونیم جواب بدیم بتونم اونجا جواب بدم به شما. شما میتونید در دستای خداوند میسپارم عزیزان، شما میتونید و دعا بکنیم آخر که این چیزایی که امروز هم شنیدین روح القدس به شما مکاشفه کنه، تسلی بده، بنا کنه. اگر احتیاج به دعا دارین الان هر جایی هم که هستین در نام مسیح بطلبیم. میگه عیسی مسیح تو همون خدایی هستی که 2000 سال پیش معجزه کرده، الان روح خودت رو فرستادی، دعا میکنم در این قسمت ها منو شفا بده و باور کنی که اون دوست داره این کار رو انجام بده. و هر نیازی دارین بپرسین، از هر خواب رویا، از اتفاقاتی که در زندگیمون میفته، خدا روح القدس که چیزهای مهمی که به ما نشون خواهد داد. آمین.